سلام، به گزارش ویژه ما از شهر نو کابل خوش آمدین. من پیش ناحیه دهم هستم، اگر اشتباه نکنم. بله، ناحیه دهم. تعمیر ناحیه دهم است. از دیر زمان امی تعمیر صرف رنگ رو خوش تغییر کرده و روبروی یا به طرف شمال گفته وزارت امور زنا، دیوار وزارت امور زنا یا دیوار سینمای زینب و یا لیسه نسوان است. این تعمیرش هم شما ببینین، کمی زیاد دیده شاید نتانین، زیاد تصویر ساخته نتانین. لیسه نسوان و بخشای دیگه شهر نو، بیشتر از اینکه میرین پارک شهر نو گزارش ساختیم. فکر میکنم آدرس که میگم شما میفهمین. و وقت پس دور میخوریم در آخر وزارت امور زنا یا در قسمت آخری سینمای زینب، حال در احاطه وزارت امور زنا قرار گرفته. یعنی پس از وزارت زمان زنا وقت طرف شرق میرین شفاخانه امرجنسی میایه. وقت از شفاخانه امرجنسی پایین تر میرین چارای زنبق و به طرف سمت شمال جنوب میرین، با سمت چارایی صدارت میایه و دیگه بخشای شهر کابل. پیشتر گفتم که این تعمیر ناحیه دهم درست است؟ تعمیر ناحیه دهم است. و حالا میریم به طرف شیرپور. این شهر نو است، ما به سمت شیرپور میریم. مام ابراهیم هم امروی ما هست، همکاری ما میکنه و یک چیز معلومات بر ما ارائه خواهد کردن. ببین که پیشتر بریم. تعمیر قدیم، این تعمیر مانده در شهر نو، تعمیر قدیمی خیلی مشکل است شما پیدا بکنین. این تعمیر نمیفهم است. شما بیاین که معلومات ما کم شد. سلام، بازم صبح خیر. صبح بخیر، چی هست؟ ساعت خوب. از شهر نو میریم به سمت شیرپور. به سمت شیرپور میریم که نو شیرپور دیگه، از شیرچور هدف ما. شیرچور این نو دست نو دیگه از قدیم است. چیزی که تعمیر امور رقم است، صرف رنگ روغن شده دیگه، تغییر نکرده. هیچ تغییر نمیده. اما اینی خانه خانه قدیمی است. اینو قدیمی است. خانه سابق است، قدیمی است. کلش خانه قدیمی است. چطور که ای آدم نامده بلند منزل نساخته؟ چطور است که کسایی که فروختن بلند منزل جور شده، کسایی که نفروختن اون تو خانه حتما مالک قدیمیش هنوز هم مالک شد. همین مالک شد. این خانه فکر کنم قدیمی نیست. این تقریبا یک 20-25 سال، فکر کنم 30 سال نظامش که جور شده. این جور شده. یا با سیستم قدیم است، اگر سعی کنیم بالا شد. سیستم قدیم است. تقریبا قدیمی است. بله. خانه پالوش دیگه هم خانه قدیم است که جای دست نکرده، پاریش که از نو جور کرده. دمی کوچه خانه با معالت اولیش باقی مانده، یعنی بلند منزل نساختن. صرف این خانه چهار منزله، 1-2-3-4 هم برای منزل اولیش. این خانه هایست که نو جور شده کلگیش بازده این سمت بیدیم نفش که از خانه آمدجان هم دیست. چی کاره بودن اونا؟ اینا هم اونجا بچه های شهر نو بودن. خب از بچه های نخبه شهر نو بودن. خانهشون به معالت هست کمال دیوال شهری دست اگه بودن. عقب ریاست ناحیه دهم به این شکل شاید نبوده. شما ببین چند تصویر ببینین از اینجا، واقعا جالب است. کوچه ها کانکریت بود تو زمان؟ بیاین که به گزارش خود ادامه بتیم، باز میشم رای زنا گپ بزنیم. این کوچه به طرف شیرپور رفته. این کوچه به طرف شیرپور رفته، کوچه طرف پرسر رفته. یه خانه قدیمی. این خانه قدیمی. حتی اونو پرچالایش هم تخته ای تانوز باقی مانده. بیخی از اون قدیمی است. بیخی از اون کوتی های کارت چار واره. این تقریبا پرسر خانه دکتر نوین است. دکتر نوین، دکتر نوین کی بود؟ کلتور بود. وزیر اطلاعات کلتور؟ بله، در وقت داوود خان.
پسر خانه حال نخواد حیات باشن. نه نه فوت کرده خدا بیامزش. اولادکایش از آمریکا هستن. اولادش هست. خب خانه خدا می یادم چه آدم خوشبخت است. چه خوب گل گلکاری کرده. چه خوب سایه سبز ساخته اینجا. نو ساخته است. خانه نو ساخته است. نو ساخته. اما سلیقه‌شون چه خالی است. بسیار مهم. این خانه مددخان است. که نام ده شروال وظیفه. امی خانه؟ امی خانه کنه که خب او خانه کنه را خب میریم. اما این خانه نو جور شده. نو نو کلش نو جور شده. خانه نو جور شده. خانه کلش نو است. ای بلا منزل خیلی مقبول ساخته. چه مقبول جور کرده؟ ما او روز هم یادآور شدیم گفتیم مرکز خانه میساده بساده خواهیم روی کار هم میگوارم مقبول بسازن. این دیشه از مقبول سه ست سبزی پیش روی خانش آدم با سلیقه از هر کس هست. هر چند یک ذره را بند کرده بند کرده تو خیلی را بیکار از ازی کم کسافات بفته خوب پاکشا اینی خانه مددخان هست حمدی و آمد جان اولادش هست اونا چی کاره بودن؟ قدیم اگه ببینه دیوالایش میبینه دیوارایش دیوارای خامام هست قدیم هست که هیچ دست نخورده همه چی که مانده بمانده دست نخورده این طرف خانه استاد محوش میبینه این طرف خانه استاد محوش هست خب این طرف بریم خوب است یا اون طرف؟ والا این طرف اهمیت از دیگه این طرف خب خیلی کمره پیش برن؟ شما پیش برین ما از پشتان میم باز پیش پاسگاه یا اما پوسته پلیس وقت رسیدیم اجازه میگیریم اگر اجازه دادن خب میشه که بریم خانه استاد محوشان بگیریم اگر اجازه ندادن هیچ این خانه چقدر قدیمی است؟ اوه دیوره دی چقدر پخش است؟ یا سرک بالا آمده؟ بالا آمده که دیگه کلکنش نزدیک بود باشه اگر نیبیسر سرک باید پایین خانه قدیم و قدر بلند جورم نمیشد دیوارایش به خاطر که او وقت حراس از دوزادوزی نبود چیز نبود دیوارا بسیار پخش بود رئیس های بگو کار ما خلاص شد باز میم پیشتان بیننده گزارش ویژه ما از قسمت شیرپور شهر کابل هستیم رئیس ها کار خود خب بانیم چی بگیم رئیس های با آمده ما را کار داره فقط که رئیس جمهور است کار داری بیا اینجا بیا کار تا بگو بیا جویا رقم شو بخون تقریبا جویا پاک است اما او قدرم پاک نیست قدرم پاک نیست که همیار بوی است رئیس های ما را میخواید خب بیا جویا را پاک کنه پاک از من دومی گزارش هایی که بخاطر جاده دیم از من دیده که میخوایی که رو بیادم از چرا بیاب کدی این مسئله بیابی نیست هر کس کار خود انجام بتن ما که میای مروز هفته به سوزان کار خود میکنیم که ما شما حلال شما بله طبعا میگم هر کس باید امی احساس مسئولیت داشته باشه شایدن که وطنش پاک باشه وطنش خوب باشه سرسبزی باشه خانه ای که دو طرف میبینیم نو از کلش این خانه خانه قدیم است این خانه قدیم است فکر میکنین خانه قدیم است سابق است با موالات خودش از اون پالیش قدیمی است که تایره با اسکله مونده آه هم پانه قدیمی است این نو صرف این خانه خانه نو ساخته است والله بلکه اجازه میگیرم از اسکرا که اجازه میگیرم خیر تا جایی که میچلیم خب میچلانیم نه چلیدیم باز بریک میگیریم نه چلیدیم باز بریک میگیریم و اجازه میگیریم برای جالبی است که حتی با اسکل سازی ده اینجا است آه با اسکل سازی اینجا است اینجا یک دقیقه توقف میگیریم بخاطر اونجا پست پلیس هست ببینیم اجازه میتن بر ما یعنی ما از پلیس اجازه گرفتیم پشت سر کمره ما برای ما اجازه نیست سایه سبز است به مو واژه خودشان گرین زون است گرین زون گفتن دیگه او قسمت است که ما اجازه نداریم فیلم بگیریم این قدر هم میتونیم که ما تصویر بگیریم او روز دیگه رفته بودیم در کوچه چندون بود که یک برج برق بود کوچه پیش بود برج برق شارنا بود برج برق شیرپور بود. بود اما اینجا ریاست ناحیوی برشنات بکنم از دیر زمان همینجا فعالیت داره برشنا اینجا هسته کمی بلای برقایی که دستخانه هستن از یه توضیح میشه برای مرزون
از اینجا پشت خانه‌های مردم بلای برق میبرن، باز اونا میرن در بانک‌ها بلای خود را تسلیم میکنن و پولش را میپردازن. این قسمت شما دیدین، بازم یک وقفه میگیریم، از اینجا میگذاریم، میریم او طرف گرین زون یا پاسگاه پلیس، بعدن بازم ادامه میتیم گزارش خودم. بله دوستان، تصاویری را که دیدین مربوط میشه این خانه به استاد مهوش، یکی از هنرمندان سابقه دار و سرشناس افغانستان. استاد مهوش هر جای باشه آرام باشه، جوری که دال اولادش ما خواستیم که خانه استاد مهوش شده به برای تصویر بیاریم. خیلی از دوستان پیام کرده بودن، کومنت کرده بودن که شما به شهرنه و شیرپور رفتین، چرا از پیش خانه استاد مهوش یک دفعه نگذشتین؟ من بلد نبودم. خوب است که شما بلد بودین و بالاخره گفتین همین خانه. این خانه رو فروختن یا اصلا اوزن؟ این فروختن خانه رو باید. ولی خانه دیگه از اونا نیست؟ نه، خانه شخصی استاد استاد مهوش بود. برین که پیش برین، همه اگه خانه ها رو فروختن. این تعمیر چی هست؟ این ولی نو جو شده، این نایفه کدام سوپرمارکی بود داخل ازی بگه به خاطر این تاری چیزا شیشه شن زود ضربه گرفتن که مالی نشه. یعنی هنوز هم فعالیت دارن؟ نه بسته است. بسته است؟ بله. از جمع تعمیرها یا ساختمان های قدیم، این یه ساختمان های یک منزله پختکاری است در خلیام؟ نیمه هم خامس هم پخته است. اما کارگرایی که در اینجا کار میکنن شاید سابقه دار باشن. کاکا چند سال میشه اینجا کار میکنی؟ تقریبا چند سال؟ تقریبا 30 سال میشه. 30 سال میشه، خیلی خوب سابقه دار هستی در این منطقه. بله. اینم تو غرفه داشتی یا کنم دکان داشتی اینجا؟ نه، اینم غرفه است. اینم غرفه 30 ساله شده؟ هجانو به خدا، جالب است. امی تیل فروشی است؟ تیل فروشی بازکل سازی است. تیل فروشی و بازکل سازی. اینجا میگن خانه استاد مهوش بود؟ اون ساختمان نخوتی خانه استاد. یاد خودت میای اون زمان؟ بله هجانو. که استاد مهوش رفت آمد میکرد؟ رفت آمد هم میکرد. خودت بچشمت دیده بودی؟ خودم بچشمم دیده بود. بله. استاد مهوش خودت دیده بود؟ بله که دیده بود. یعنی مشناختی تا که اینجا همسایش هستی؟ یعنی جا رو برای شما بودیم. یعنی ساختمان او طرف بودی خودت او بود؟ اجانا این ساختمانی که نه آباد شده 50 سال عمری من همیجا تیر شده. 50 سال؟ بله جان. از مردم قدیم این منطقه دیگه کیا بودن؟ یادت هست؟ نه جا این مردم بودن پدرشان این یار بچه ها؟ اجانا یار نمیفهمن دیگه پدر و پدر کلانشان و حساب پدر کلانشانی پدر بابی از یام مشناسه. خیدمی منطقه جوان شدی، میان سال شدی، انرژی سفید هم شدی؟ بله بله. یک دو نشد؟ یک دو نشد. خدا میربانه، شکر خداوند میربانه. اما دمی داخل در قلب کابل بودی؟ خانه شخصی که داری؟ خانه شخصی در اینجا ندارم، در فعلا کلکان هستم. در کلکان زندگی میگن. داخل کابل نداری چیزی؟ اجان داخل یک دکان لوکس هم نداری؟ خدا داریم، بجز خدا دیگه داخل کابل چیزی را نداریم. در اینجا بسیار چشم تنگی و مخیلی در اینجا چشم تنگی مردم هست. یس اجان ها. تشکر کاکا، زنده قابل تشکر نیست پدر. خیلی ببین، زنده باشین. شما زنده باشین. شما بیننده گزارش ویژه ما از منطقه شیرپور که اینه دوباره پس به شهر نو کم از برسیم. اوره از اون مردم گپ زده بودم، یک دفعه فکر کنم مرد قدیم است و از دیر زمان اینجا مصروف کار است. یک دفعه دیگه میریم پیششون. کدام از چاره شیرپور؟ زندگی میکرده به خانه اگه یاد باشه. یادم از چی هست؟ کدام اونو خانه؟ منظر بالا. اما سواد حیاتی کست؟ جان منظر بالا چی میگه؟ کرایش پدرش مای 5000 کرایش میداد. کرایش پدرش میداد تو زندگی میکرد. همین زندگی میکرد. او در شهر نه، او خانهش کس او باز چه قسمت؟ او خانه پدریش است. همونجا به دنیا اومده یعنی. همونجا به دنیا اومد. کاکا سلام. یک دفعه دیگه پیش شما اومده بودیم اگر یادتان باشه. سلام علیکم. عمر نیز بازم خواهش است. اون مرد که اوجه تل مفروش هم گفت که حدودا 50 سال عمرم تیر شده میجه.
خودت هم یک دفعه گفته بودی که در این منطقه کلان شدی. چند سال میشه؟ میشه کم از کم 50 سال خمش. 50 سال میشه. خانه استاد مهوش دیده بودی؟ آه. خود استاد مهوش رفت آمد که میکرد دیده بودی؟ آه چرا نه؟ در چی رفت آمد میکرد یادت هست؟ اون وقت موترهای عمله بود نگه در معمله میرد میامد رادی کابل میرد. امون زمان که هنرمند هم بود دیده بودیش؟ بله آسف مقبول بود؟ حتما مقبول بوده بوده حالا که مقبول است اون زمان حتما مقبول بوده. از مردم های نامدار دیگه کیا را میشناسید این منطقه که زندگی میکردن وقت؟ والا دیگه صاحب اینجا آجی نازک میر بود همین سواد آموزی کرد از همون بود بازی زفت شد دیگه آدم های سیز بقدر کسی نمان. از جمع دکاندارای سرشناس کی بود؟ از جمع دکاندارا دیگه یک کاکا محب نام داشت، کاکا امان نام داشت همو از سابقه هستن. دکانه خود در این 50 سالی نمی است؟ نه روبری تی خود دکان بود تو زمان؟ بود حال دیگه یک کپه است آسف. این دکانه چی بود تو زمان؟ یا چوفروشی بود و برر پنچرمینی بود در زمان های قدیم. این همه تو غریبانه بود یا او زمان لکس بود یا؟ نه همه تو غریبانه بود زمان از اون. این مالکش فروخته این زمینه یا انوز مالک قدیمیش مالکش هست؟ مالک قدیمیش هست اینجا نیست خارج هست. چی نام داره؟ والا دیگه نمیفهم نامش یادم من هست. تشکر. چند سال میشه که نیست. تشکر تشکر. از کاکا بسیار بزرگ چند کلمه گپ کشیده. گفتن این دکانا چوب فروشی و پنچرمینی بوده سابق. حالی دکان ها خشتکاری شده بند است و قابل استفاده نیست. ما رسیدیم به چهارراهی شیرپور. چهارراهی شیرپور؟ خب چهارراهی شیرپور اشتباه نکنیم. شفاخانه امرجنسی است اونو؟ شفاخانه امرجنسی این سواد حیاتی مربوط به وزارت معارف میشه و اونجا اکادمی علوم بود آل لاس یا نه؟ ما واسه یک بخش شامیجی کار میکنه سواد زدکر و ماینیت و ای را رفته به طرف وزیر اکبر خان رفته بله سرک چند و چند و چند و چند وزیر اکبر خان. خوب است تصویر این منطقه رو شما ببینین؟ گزارش امروز ما را به پایان رسید و تشکر از خودت. قربان شما زنده باشید. ما در خدمت هستیم. سلامت باشین. دوستان عزیز، ارجمندان گرامی، تشکر از شما که بیننده گزارش ما بودین. اگر گفتنی دارین در رابطه با این گزارش ما، گزارش‌های گذشته ما و یا گزارش‌های آینده ما، لطفاً برین به قسمت پایینی ویدیو بر ما کامنت بکنین. نظریاتتون را در نظر گرفته گزارش‌های آینده را به خاص شما می‌سازیم. با آرزوی موفقیتتون وقت خوش خداحافظ. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.